دوم فوریه روز جهانی تالاب هاست. به همین مناسبت روزنامه های ایران به مشکلات خشکسالی و بیتوجهی سازمان محیط زیست و سایر ارگان ها به این موضوع پرداختند. سلام، توبا زکی پور هستم و در این برنامه دیدگاه شما را همراهی می کنم. روز شنبه 14 بهمن ماه روزنامه شرق در گفتگوی با محمد مسعود تجریشی رئیس اتاق فکر تغییر اقلیم و محیط زیست فرهنگستان علوم در مورد دریاچه ارومیه نوشت این آبگیر سال هاست که به دریاچه فصلی تبدیل شده است. تجریشی همچنین گفته است احیای دریاچه ارومیه زمانی اتفاق می افتد که دریاچه دوباره دائمی شود و برای این کار باید دست کم 3426 میلیون متر مکعب آب به آن برسد. مقام های جمهوری اسلامی خوش شدن دریاچه ارومیه را امری عادی تلقی می کنند و برای احیای آن چشم انتظار باران های پاییزی ماندند. در دیدگاه با منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست از آلمان همراه می شویم تا نگاهی داشته باشیم به وضعیت تالاب ها در ایران و بپرسیم آیا همانطور که اطلس بحران آب جهانی پیش بینی کرده ایران به خشکسالی کامل نزدیک شده است. آقای سهرابی، برای جلب توجه و مشارکت مجامع بین المللی در روز دوم فوریه دولت و مقام‌های مسئول چه برنامه‌هایی رو میتونن تدارک ببینن؟ اساساً چرا دولت مردان نسبت به تالاب‌ها و پدیده خشکسالی این همه بی‌اعتنا بودن؟ ببینید، قبل از اینکه بخوام پاسخ بدم یه اشاره مختصری داشته باشیم به این که خب اهمیت تالاب‌ها کی به این شیوه در اومده، یعنی به جای رسیدی که یک روز جهانی تالاب‌ها داشته باشیم. اول خب کنوانسیون تالاب‌ها رو ما داشتیم بعد از موافقه‌نامه‌ای که در مقیاس جهانی در ایران بود در رامسر 1971 و در سال 1975 لازم اجرا شد در واقع. ولی خب مسئله تا روز تالاب‌ها یک عده از فعالین محیط زیست در سال 1997 برگزار کردن و خیلی هم جدید نیست که سازمان ملل به رسمیت شناسته این روز و در سال 2021 این روز رسمی شد، یک روز جهانی شده و هدف اون هم همچنان که اشاره کردید این که اهمیت تالاب‌ها رو برای مردم گوشزد بکنن که مردم درک بکنن، سوادشون نسبت به اون بالاتر بره و احیانا اگر بتونن مانع فعالیت‌های تخریبی بشن. ولی خب نظام جمهوری اسلامی اساساً در برنامه کاریش به اون صورت حمایت و حفاظت از محیط زیست از لحاظ عملی نیست. از لحاظ تئوری و نظری خیلی قوانین ما داریم که تصویب میشه، خیلی برنامه ها هست، مقالات متعدد هست، ولی از لحاظ عملی اصولا یک تضاد منافعی وجود دارد بین سازمان ها و نهادهای بهره بردار و خب محیط زیست و از جمله تالاب ها که اگر بخواهند اهمیت اونو درک بکنند و مورد توجه قرار بدن اساسا بعضی از پروژه ها اجرایی نخواهد شد و نباید بشه. ولی خب میبینیم که اهمیت پروژه ها، بهره برداری ها از منابع سبب شده که اهمیت این جور مسائل کمتر باشه و اصولا هم در مسائلی که مربوط بین و بین الملل هست مشارکت فعال وجود نداره. هرچند که عرض کردم از لحاظ تئوری برای نمونه سخنرانی های راجع به این روز در ایران شده یا چند تا گرد همایی در جای جای ایران برگزار شده، ولی عملا آن که تاثیرگذار هست بر مسئله تالاب ها که وزارت نیرو، وزارت کشاورزی هستند و سازمان محیط باید ناظر بر مسئله باشه، به وظایف خودشون درست در این قبال عمل نمی کنند. آقای سهرابی، از بین رفتن تالاب‌ها حالا ورای مسئله خشکسالی چه آسیب‌های زیست محیطی دیگری رو به همراه خواهد داشت؟ ببینید، وقتی که ما صحبت از تالاب می‌کنیم در واقع پست‌ترین نقطه یک حوزه آبخیز هست که اونجا آب‌ها نهایتاً در اون قسمت جمع میشن و هر گونه تغییری در اون میتونه تاثیرگذار باشه. خب خود اون آبی که اونجا جمع میشه، ما حالا بسته به وسعتش، بسته به عمقش، بسته به شرایط توپوگرافیک و وضعیت اون منطقه خب متفاوته. جا ما تالاب‌های سردسرشبی با هم نداریم، اینها تنوع زیستی بسیار بالایی رو دارن. تالاب‌ها خب یک نقش بسیار کلیدی در تصفیه آب دارن. آب‌هایی که آلوده هستن وارد تالاب‌ها میشن، تالاب‌ها اونها رو تصفیه میکنن، به یک جریان آبی از اون ور این که معمولا آب تصفیه شده یا بیرون میده، کنترل سیلابو داره و با توجه به اینکه ما معضل آبخانها رو داریم، خود این تالاب‌ها میتونن در تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی نقش داشته باشن. زیستگاه انواع جانوران و پرندگان هستن، خود این میتونه در مسئله گردشگری و اکوتوریسم نقش داشته باشه، در تلطیف هوا نقش دارند و به هر حال وجود تالاب‌ها میتونه تأثیر
بسیار بسیار مثبتی رو بذاره و ورای این قضایای محیط زیستی و مباحثی که عرض کردم خدمتتون، مسئله اقتصادی هم هست که ارزش بسیار بالایی داره و اساسا مردمانی هم که در کنار تالاب‌ها زندگی می‌کنند بهره برداری‌هایی رو از تالاب‌ها دارن که خب حیاتشون بستگی به اون تالاب‌ها داره که میشه به شکل درست و به شکل پایدار بهره برداری کرد از این تالاب‌ها که همه منتفع بشن و کمترین آسیبی هم به اون برسه. در مورد طرح حفاظت از تالاب‌های ایران چه جزئیاتی رو میتونید با شنوندگان این برنامه در میون بگذارید و بفرمایید که سرنوشت این طرح چی شد؟ ببینید، قانون حفاظت احیا و مدیریت تالاب‌های کشور در سال 1396 تصویب شده، مثل قانون هوای پاک، که این قانون هم مثل همان قانون داره خاک می‌خوره و معمولاً اجرا نمیشه، ولی حاوی مواد بسیار جالبی هست که مثلا اینکه هر گونه بهره‌برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی تالاب بشه خب ممنوعه، ولی عملاً می‌بینیم که این اقدامات داره صورت می‌گیره و اساساً در این حوزه آبریز این تالاب هر تغییری انجام این بر اون تاثیر گذار خواهد بود. برداشتایی که صورت میگیره که باید با توجه به این مسئله باشه. مسئله وزارت نیرو هست که در این قانون اشاره شده که باید حقابه تالاب‌ها در اولویت باشه که عملاً نیست و در قانون اومده که اول مسئله آب شرب باید تامین بشه، بعد حقابه تالاب‌ها و طبیعت، بعد کشاورزی صنعت است که در ایران اصلاً توجهی به محیط زیست نمیشه، بعد از شرب حتماً مسئله صنعت و کشاورزی بس به اولویت مناطق مورد توجه قرار میگیره. وارد کردن گونه‌های غیر بومی جانوری که میتونن تبدیل به گونه های مهاجم بشن ممنوع هستن، ولی میبینیم تالاب های ما در بسیاری جاها گونه های مهاجمی رو دارن، هم جانوری هم گیاهی. و مسئله ای که مسئله قضایی، مثلا از وقتی که خسارتی به تالاب ها وارد میشه قانون تصویب شده که میتونن جریمه بکنن، میتونن مورد بازخواست قرار بدن و سازمان ها نهادها باید مورد بازجویی قرار بگیرن، ولی خب عملا باز هم اجرا نمیشه. مسئله سازمان محیط زیست هست که باید ناظر بر مسائل باشه که اون هم به دلیل اینکه قدرت چندانی نداره نمیتونه به وظیفه خودش عمل بکنه. متاسفانه این قانون از سال 96 تا به امروز نتونسته در واقع اجرایی بشه، به طور نیمبند هم اجرایی نمیشه تا به طور کامل حتی بگیم. عیسی کلانتری، مدیر اجرایی سابق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گفته که بدون احیای دریاچه ارومیه هیچ حکومتی در ایران دوام نمی آورد. این گفته چه معنایی داره و چگونه میشه که توضیحش داد آقای سهرابی؟ ببینید، وقتی که صحبت از دریاچه ارومیه میکنیم یا اساساً وقتی صحبت از تالاب ها میشه، اون چیزی که به ذهن مخاطب میرسه فقط یک پهنه آبی هست، در حالی که حوزه‌ای که تحت تاثیر قرار میگیره و باید مد نظر قرار داد. شما مثلا یک حوزه آبریزی رو دارید در دریاچه ارومیه که 10 برابر مساحت دریاچه هست در زمانی که دریاچه پر آب بوده. خب این حوزه تحت تاثیر تغییرات قرار میگیره. وقتی که شما دریاچه رو به طور کامل خشک میکنید، مردمان اونجا تحت تاثیر قرار میگیره، مخصوصا برای خشک شدن دریاچه ارومیه. در آینده مدل ها نشون میده که ممکنه بسیاری از مردمان تحت تاثیر طوفان نمکی قرار بگیرن و کشاورزی اونجا مختل میشه، آبهای زیرزمینی مختل میشه، مهاجرت پیش میاد، مسائل و تنش هایی رو میتونه به وجود بیاره، نهایتا مطالبه گری هم هست و به هر حال از هر زاویه نگاه بکنید میتونه مسئله ساز باشه و گریبان گیر حاکمیت رو بگیره. من صحبت آقای کلانتری رو میشه بر جهت‌های مختلف تفسیر کرد. مسئله میشه امنیتی سیاسیش بهش نگاه کرد، میشه از لحاظ اجتماعی سیاسی بهش نگاه کرد، میشه از لحاظ کشاورزی بهش نگاه کرد، ولی در واقع ایشون به نوعی داره به حاکمیت یک آلارم میده، یک زنگ خطر، یک هشدار میده که اهمیت موضوع بیشتر درک بکنن و سعی بکنن برنامه‌هایی رو اجرا بکنن که خب تا جایی که ممکن هست حقابه دریاچه تامین بشه. چندی پیش شنیدیم که علی علیزاده، رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی، از اعلام جرم علیه مسببان خشک شدن دریاچه ارومیه خبر داده بود. علیزاده دولت مردان رو به چه چیزی متهم کرده بود و نتیجه این اعلام جرم چه شد آقای سهرابی؟ بیشتر این فرایندها و این صحبت ها یا اینکه اقدام هایی از این دست بیشتر جنبه تبلیغاتی رو دارن تا عملی. اساسا از چه کسی شما شکایت میکنید؟ در ساختار نظام جمهوری اسلامی و اصولا کسایی که شکایت میکنن چه حقوقی رو دارن؟ آیا ما یک دموکراسی درست حسابی داریم که بخوایم مسئله محیط زیستی رو به قوه قضاییه مستقلی ببریم و از اونجا مثلا بخوایم که باید وزارت نیرو باید محاکمه بشه، باید
شرکت خاتم الانبیا و سپاه پاسداران باید محاکمه بشه، باید وزارت کشاورزی محاکمه بشه، باید سازمان محیط زیست محاکمه بشه، باید کسایی که عضو ستاد احیای دریاچه ارومیه بودن به نوعی و میلیون ها دلار، صدها میلیون دلار پول رو هدر دادن باید محاکمه بشن. وقتی به قضیه نگاه میکنید میبینید که خب شما طرفتون یک نهادهای قدرتمند هستن، نهادهایی هستن که خب وابسته به سازمان امنیتی هستن. شما و شرکت خاتم الانبیا که میاد طرح در واقع انتقال آب و اجرای میکنه، سدسازی میکنه. در نظر بگیرید در حوزه دریاچه ارومیه بیش از 50 سد فعال ما داریم و الان برنامه ریختن که تا بالای 90 سد برسونند. وقتی شما میایید بررسی میکنید به شرکت های سازنده اون و طراح مجری یا شرکت های مشاور، همه به نوعی وابسته به نهادهای قدرت هستند. مقابله با اینها در این ساختار و در این سیستم متاسفانه بسیار بسیار سخت است و نمیشه کاری کرد، یعنی از لحاظ حقوقی منظورم هست که شما انتظار داشته باشید در اون ساختار وارد دادگاه ها بشید و از اونجا جلوگیری بکنید از فعالیت این سازمان ها و گروه ها. آیا در ساختار و نظام جمهوری اسلامی همچین چیزی عملی هست؟ همه ما میدونیم خیر، ولی خب همین که مطرح بشه از یک زاویه دیگه به قضیه نگاه بکنیم، مطالبه گری رو بیشتر بکنه و فشار بر حاکمیت رو بیشتر بکنه که آسیب هایی که ایجاد میکنند بدون واکنش نخواهد بود، از این زاویه میشه مثبت بهش نگاه کرد، ولی خب نتیجه در بر نخواهد داشت در این ساختار. و تا نظام جمهوری اسلامی باشه ما هر روز شاهد تخریب بیشتر محیط زیست و خشک شدن بیشتر تالاب ها و سرگردانی و مهاجرت مردم خواهیم بود که آسیب اون غیر قابل جبران است. بسیار سپاسگزارم از شما منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست از آلمان. من توبا زکی پور از طرف خودم و مهتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه دیدگاه از همراهی شما سپاسگزارم.